121 برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سعودی از زندان شدند. آنها در نامه خود نوشتن طبق اطلاعات موثقی که به دستشان رسیده میدانند وضعیت پزشکی احمد رضا جلالی در زندان به سرعت رو به وخامت است و به شدت نیاز به درمان داره. شهرام بهرامی برای توضیحات بیشتر در استودیو امروز اول از اینکه از آقای احمد جلالی بگویید که چرا در بازداشت از افشار دکتر احمد جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد ایشون پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه هم هست که در سفری که دو سال پیش به ایران داشته به اتهام جاسوسی و در واقع افشای برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده و قاضی سلواتی هم بهش حکم اعدام داده البته خب این حکم اعدام با فشارهای جامعه جهانی هنوز اجرا نشده تمام در مراجع جهانی هم حرفشون اینه که هیچ مدرکی رو جمهوری اسلامی به عنوان مدرک قطعی جاسوس بودن ایشون تا منتشر نکرده تنها چیزی که هست اعترافات تلویزیونی ایشون بوده که خب خیلی ها از جمله خانوادهش گفتن تحت فشار شدید و با شکنجه گرفته شده شهرم میدونیم که دکتر جلالی فردی نیست که این شرایط داره مثل موارد دیگری هم هست بله ببینید اگه بخوایم حساب کنیم آقای مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا همین روزهای اخیر یه اشاره ای کرد به این قضیه که در واقع جمهوری اسلامی ایران گروگان میگیره یه سری افراد رو به خصوص افراد دو تابعیتی یعنی از اونور جمهوری اسلامی میگه اینا ایرانی هن ولی میدونه که تابعیت کشور دیگه ای رو هم داره و میاد اونها رو تحت فشار میذاره با کشورهای دیگه ارتباط برقرار نمونهش نازنین زاغری که ایرانی بریتانیاییه و تو ایران دستگیر شده اونم بیش از دو ساله که در زندانه و جمهوری اسلامی جالبه که حاضره که 400 میلیون پوند پول تانکای چیفتنی که قبل از انقلاب خریداری شده ولی تحویل ایران داده نشده را بگیره اینو آزاد بکنه اگر جاسوسه پس چه جوری با پول میشه آزادش کرد به هر حال همون ظاهرا قضیه گروگانگیری پررنگتر به نظر میاد سپاسگزارم از شهرام بهرامی که در همراه